این اتفاق چیه؟ جا به جایی قدرته از امریکا به چین. امریکا داره بزرگترین اسلحه خودش یعنی دلار رو از دست میده. دوستان میدونید، مستحضرید، دلار پول بدون پشتوانه است، یعنی بابتش هیچ پشتوانه نیست. جریان پترو دلار حاکم میکنه بر دنیا. یعنی چی؟ یعنی امریکا این قاعده رو گذاشته، با اسلحه بالا سرش وایستاده که وسیله خرید و فروش نفت در دنیا باید چی باشه؟ دلار. قیمت چند دلاریه نفت؟ یورو نه، ریال نه، روبل نه، فقط و فقط دلار. فکر کنید تو این دانشگاه یه بوفه دارید شما. از فردا یه قانونی میذاریم، میگیم این کاغذایی که من میدم فقط میتونید توی دانشگاه باش بده بوفه چیز خرید بکنید. درست شد؟ پخش میکنم بین شما. خودمم بدون پشتوانه از اینا چاپ کنم. چی میشه؟ منم میتونم برم بخرم. این اتفاق داره. و این هی میاد پایین. برای اینکه اینو مردم کنار نذارن، باید همیشه من اینا رو بازی بدم. مثل اتفاق چی بود؟ کشورهای اروپایی فهمیدن کلا سرشون رفته. دعوای خود اروپایی با آمریکاست. گفتن نامرد، تو بعد جنگ جهانی دوم اینا رفتن نشستن، اینا آسیب دیده بودن. آمریکا به اینا پول قرض داد برای اینکه بسازن خودشونو. منتها مبنا رو گذاشت رو دلار خودش و قبول کرد هر دلار معادل اینقدر طلا باشه. نیکسون زد زیر این. اروپایی ها فهمیدن، دیدن این پدر سوخته دلار قلابی چاپ، یعنی اضافه چاپ کردن. گفتن ببین نداره، مگه نگفته بود معادل اینقدر طلاه؟ اروپایی ها هیچ ربطی به خاورمیانه یا جهان سومیا نداره. گفتن برادر امریکا، بله اینا رو بگیم طلاونو پس بده، معادل اینقدر طلا نیست. این دید بازی رو باخته، نداره ده برابرش کاغذ الکی چاپ کرده. چیکار باید میکرد؟ باریکلا نفت گرون شد. کشورهای عربی و شاه با همدیگه که امریکایی بودن نفت گرون کردن، نفت 40 دلار. اینا دیدن آقا نفت لازم داریم. خاموش شد غرب، صف پمپ بنزین ها شروع شد. گفتن ولش کن، بعدا به طلا تبدیل میکنه. کسینجر سفر کرد به ایران، برید سرچ کن، با شاه دیدار کرد، از اون طرف رفت عربستان. کشورهای عربی سر ماجرای فلسطین رو بهانه کردن، نمیدونم چیو. خدمت شما عرض کنم، ما نفتمون قیمتمون پایینه، نمیذاریم، ما باید زیادش کنیم، تحریم غرب. قیمت رفت، نفت رفت بالا، دوباره به این نیازمند شدن. بعد جنگ جهانی دوم خب حاکم دنیاست آمریکا، یه بلوک شرقی بوده، شوروی رو ما بین بردن و تک قطبی. الان چی شده؟ پارسال روس‌ها اعلام کردن ما دیگه دلار استفاده نمی‌کنیم. چینی‌ها گفتن با کشورهای مختلف شروع کردن ما از دلار استفاده می‌کنیم. ما خریم مردم دلار استفاده می‌کنیم، یارو کاغذ چاپ بکنه ما کار کنیم، منابعمون معادنمون هم ببین کاغذ رو میده طلای تو رو می‌خره، این کاغذ رو میده نفت تو رو می‌خره، هر چی بخوام. اگر این اتفاق بیفته بذارنش دلار کنار چی میشه؟ اولین جایی که سقوط می‌کنه به طرز فجیع، یعنی زامبی گونه، خود آمریکاست. چون مردم سرمایهشون میشه چی؟ کاغذ. نمیخواد این کار انجام بده. دوباره داره جنگ جهانی دوم درست میکنه. این بار چی؟ با این سلاح جدیدش. سلاح اجتماعی جوکرها. روسیه رو چیکار کرد؟ اینو برای میگم زو ابعاد شما بدین. این اوکراینو مثل یه آهوی خوشگل هی آورد جلو در غار این خرسه. 10 سال 15,000 نفر روس تبار رو در اوکراین فینچ کردن. میبستنشون به صلیب. دماغشون رو می‌بریدن، دست و پاشون رو. شما فکر کن مثلا ایرانی‌ها رو تو امارات شروع کنن همینجوری کشتن. یه جا دیگه غیرت ملیتون، آقا ایران حمله کن به امارات دیگه. آخرش دیگه روسی افتاد تو این دام. و اوکراین دام آمریکاییاست. چرا به کمک نیومد؟ یه یهودی هم آوردن اونجا کردن رئیس جمهور، زلنسکی که اون اپی سلبریتی بود. بعد آوردن و او محکم با استاده دیده اصلا تو استودیو ازش فیل، اصلا این کار رسانه اینجوری دیده کار شرقی ها نیست، اینا کار امریکاییت خود رسانه. داعش چه فیلم های درجه یکی میداد بیرون؟ فول اچ دی 4K از سر بریدن. آقا اصلا یه پهباد بلند میکرد برای فیلم برداری، برای اون کار امریکاییه. اصلا اینو بلد قراقیافه این داعشی ها نگاه میکرد آقا چجوری بلد اینجور فیلم بسازه. آقا روسی افتاد تو این دام، توی همون ماه اول جنگ 19,000 تا کشته داد. من صحبت کردم با کسی که روسیه مسلط بوده و اونجا باهاشون جلسه داشته.
میگفت ما متوجه شدیم 10 سال اینا تسلیح شدن خبر نداریم. کشاورزه که تراکتورش میزد کنار، میرفت تو انبار کاشکاه رو میزد کنار، از یه دریچه باز میکرد دوش پرتو با در میدید تانک میزد، دوباره میزد تر بودن. تنها راه شناسی اینا لباساشون رو میدادن لخ میکردن اینا رو ببینن خالکوبی نئونازی دارن یا نه. اینجوری شناسایی میکنن که فیلمای میاد میبینن اینا رو لخ کردن دارن نگاه میکنن ببینن خالکوبی نئونازی دارن یا نه. اینجوری برای ما هم این هست و من معتقدم این تله ما جمهوری آذربایجان. اینو بدونید، تله ما هم اینه، جمهوری آذربایجان و کردستان. کردستان نه خیلی جدی اما علل خصوص جمهوری آذربایجان تله ما. یعنی الهام علیف که هستن جوکه، اینو کی داره میندازش جلو؟ اونها جنگ ما با جمهوری آذربایجان رو میخوان، ما جنگ ما با جمهوری آذربایجان اشتباهه. اما سر جای نشوندن علیف کار درستیه، رسانه‌ای شدنیه. شما فقط 4 تا مستند پخش کنید از خانواده علیف، تموم. پهباده چندین مورد حملات تروریستی در ایران صورت گرفته از مرز جمهوری آذربایجان اومدن. پهباد هرمسی که حمله میخواست بیاد بالای نطنز ما با پدافند هواییمون زدش، از جمهوری آذربایجان بلند شده بود. اسرائیل اینجا مستقرن. اما این که میبینه همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، ترکیه و جمهوری آذربایجان دارن رزمایش مشترک برگزار میکنن. همون کاری که ما کردیم بدلشو دارن میزنن. ما از عرس پل انداختیم رد شدیم، اونم از عرس پل انداختن، دقیقاً داره کپی اونو میزنه. خب این یه مدله. برای چین کجاست؟ باریکلا وقتی خودت دیگه تحلیلگر بشی، یعنی همین اتفاق خوب. اونم میخوان بکشنش تو جنگ با اونور. تایوان حالا اوضاعش خورده فرق میکنه چون جزیره سخته فلان، اما اینا عقبه دارن، یعنی این به زمین وصله. گرجستان امریکاییه، آمریکا تمام رقبا رو سرگرم کرده. دشمن و رقبا، دشمن روسیه، چین، ایران، اینا. رقیب کی؟ اروپا. اروپای بدبخت الان تو سرما پدرش داره در میاد. آمریکا انرژی داره. همون بلا که سن جنگ جهانی افتاد سرشون، یه جنگ جهانی جدید با سلاح اجتماعی این بار کف خواسته میریزم. آقا شما فکر آمریکا با چین وارد جنگ بشه چند تا موشک میتونه بزنه؟ 1000 تا موشک، 1000 نقطه رو خراب میکنه که میرن میسوزن دیگه. اینم چیکار میکنه این سلاح اجتماعی جوکرا؟ یه جا رو میریزه به هم. همین الان در اثر این اتفاقات مرسولای پستی کم شده تو ایران، خب یه شغلشون از دست میدن. ورود ترابری میده که ایران به خاطر اینکه بالاش دریاست پایینش هم دریاست، شاهراه رفت آمد دنیاست. کامین داره میترسن میرن ایران ردشن، مخصوصا اخباری که شبکه‌های خارجی دارن انتشار میدن. فکر کنم جهنمه دیگه اینجا. ایران جمهوری اسلامی تو شبکه‌های امروز 20 بار سقوط داره میکنه. خب اونا میدونن برای چی ایرانیای خارج از کشور اینقدر عصبیان. یه بخشش اینه که اونا دارن اون رسانه‌ها رو نگاه میکنن. 25% ترابری ما افت داشته، یعنی ضربه اقتصادی تو میخوری. سرمایه گذار دیگه نمیاد. دعوای اصلی، دعوای غرب آمریکا با چین و روسیه است و جاده وان رول وات بلت. هر کشوری که بر سر راه جاده ابریشم چینی هاست شروع شد. قصه اصلی اون هست. این نقشه وان رول وان بلت. خوب نه داشته باشین. مغولستان شلوغ، درسته؟ من اون موقع که زده بودم مغولستان شلوغ نشده بود. این مغولستانه. خب پاکستان شلوغه. عمران خان سر اینکه قدرت بره کنار یا نره کنار دعوا. بیایم این طرف از اینجا. تاجیکستان با ازبکستان داره میجنگه، درگیری. قزاقستان به خاطر قیمت سوخت پارسال ریختن بیرون. میایم اینجا. ایران شلوغه. جمهوری آذربایجان ارمنستان درگیر، درست شد؟ روسی هم که با اوکراین درگیر. ببین از قدیم انگلیس و آمریکا دریا داشتن، دریا نورد بودن، هنوزم استراتژی نظامیشون ناوه، درسته؟ ببین روسا خیلی ناو ندارن، روسا رو موشک سرمایه گذاری کردن، ما هم اینجوریم. ما رو موشک ما مثلا هواپیما نمی‌سازیم، آب جنگنده خیلی جزئی موردی می‌سازیم مثل رعد و صاعقه اینا. ما رو پهباد کردن کارآمدیش هم شما دیدید. خب دریا، مرد دریا، سیمن استراتژی ناست. برای اینکه کماکان تو قدرت بمونن راه‌های زمینی باید چی باشه؟ ناام. دقیقاً متناسب با این الگو اینجا هم که ببخشید تایوان دیگه این زیر شلوغی‌ها داره اتفاق میفته.
یعنی آقای چین تو بخوای از من پیشی بگیری، بخوای دلار بذاری کنار، دور تا دور تو با آشوب میکشم، خودت هم با آشوب میکشم. این کف خواسته، یعنی خواسته سقف خواسته چیه؟ که این جوکر جماعه به قولی این سلاح اجتماعی جوکرها یک نماینده در حاکمیت پیدا کنن، مثل عراق شد نمایندهشون کی؟ جریان سرد. ماجرا مسئله انتقال قدرت از امریکا به شرق تمام. نمیگم چین میخواد بشه ابرقدرت، نه، چند قطبی، نه تک قطبی. خریت عدم قدرت رو نمیدونه، حماقت ولو ریشه تمام اینا پشتش کی صاحب دنیا باشه اینه.